حسن میر ممدلی، دوماد شمخانی و همسر زینب شمخانی، سید حسن میر محمد علی مدیر عامل شرکت خط سفید دریای ایرانیان است. یکی از داداشاش هانی میر محمد علی شوهر فاطمه حسینی است. فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی است. صفدر حسینی در سال 92 با دولت روحانی شد مدیر عامل صندوق توسعه ملی تا سال 95. سال 95 فیش حقوقی ماهانه 77 میلیون تومانیش که با مزایاش میشد نزدیک 100 میلیون 99 میلیون تومان افشا شد. بعدش اعلام خیلی سر صدا کرد، اعلام کرد ایشون از ریاست صندوق توسعه ملی استفاده داده است. دختر این سید صفدر آقا فروردین 91 با شوهرشون هانی که داداش حسن میر ممدلی دوماد شمخانی هستند، یه صرافی زدن به اسم شرکت تضامنی سید هانی و شرکا. سید هانی میر محمد علی و شرکا سال 90 و 91 اواخر دوره احمدی نژادی بانک مرکزی ارز میداد به صرافی‌ها که تو بازار بفروشن برای مثلا کنترل بازار ارز. اینم ادامه داستان قبل از داستان فردایی ارز این چرت و پرت بود. فاطمه حسینی پسر صفدر حسینی و هانی میر ممدلی همون موقع صرافی رو زدن و سهمشون رو گرفتن، همون موقعی که سال 89-90-91 اون تا اینا این همه کاربار دارن تو دبی و بقیه جا. به نظر میاد که این صرافی و صرافی های دیگه که اشاره کردم اساسا بازوی پولشویی ها و انتقال پول به خارج از ایران هن تا پول دار شدن از قبل ارز فروشی، این که چیزی نیست آخه تو ایران. صرافی سید فاطمه و سید هانی یه بار بهمن 92 مجوزش باطل شد، بس گند بالا آوردن اینا. اما به نوشته رسانه های سپاه همون موقع هیچ وقت تعطیل نشد، یعنی ابطال مجوز برای بستن دهن رقبا بود. بعد سال 94 دوباره از بانک مرکزی رسما مجوز گرفت دوباره. سید فاطمه حسینی 95 تا 99 نماینده مجلس شورای اسلامی تشریف داشتند. افکار نیوز نوشت اسحاق جهانگیری در دیماه 93 در 43مین نشست فعالان بخش خصوصی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که در سالهای 91 و 92 در اوج تلاطمات بازار ارز ظرف 17 ماه برخی صرافی ها 22 میلیارد دلار ارز از کشور خارج کردند و سود 7000 میلیاردی ناشی از رانت ارزی کسب کردن. یعنی همون موقعی که سید فاطمه و سید هانی برادر دوماد علی شمخانی صرافی زدن با مجوز بانک مرکزی.